برای دومین بار در عرض یک هفته ارتش اسرائیل بار دیگر خبرنگاران خارجی و داخلی را وارد خاک لبنان می کند. اما این بار برای دور ماندن از چشم تکتیراندازان حزب الله ورود ما در شب انجام می شود و در تاریکی مطلق. همکنون ما بار دیگه وارد خاک لبنان می شدیم و از مرز گذشتیم. اما طور که می کنید ببینید تمام جیبها چراغاش را خاموش کردند و در تاریکی کامل در حال حرکت هستیم. ما هم اکنون داخل این تونل میشیم. بسیار عمق زیادی داره، هرچی که میریم پایین هنوز ادامه داره. اینجا دیگه اجازه داشتیم که چراغ‌ها رو روشن کنیم. من در بسیاری از تونل‌ها در غزه هم بودم، اما این تونل در عمق زمین که حزب الله خوش کرده بسیار شرط تر هستش و سیم‌های مخابراتی و تمام آنچه را که لازم هستش در روی زمین در زیر زمین هم هست. همانطوری که میتونیم در اینجا هم ببینیم اسلحه هایی که در اینجا هست بسیار زیاد هست، اسلحه هایی که اصولا از ایران رسیده و یا با پولی که جمهوری اسلامی داده خریداری شده و به اینجا فرستاده شده. میلیون ها دلار از پول مردم ایران را ما در اینجا در عمق 40 متری خاک لبنان میبینیم. ارتش اسرائیل به چندین شعبه سیستم بانکی حزب الله حمله و اونا رو نابود کرد. پول این سیستم بانکی از ایران میاد. پولی که از ایران میاد صرف ساخت این سیستم عظیم تونل ها شده که اینجا میبینید. و ما میدونیم که حزب الله یک گروه نیابتی ایرانه و میبینیم که برای سالهای متمادی این پول در کجا صرف شده، برای خرید سلاح و ساخت این زیرساخت‌ها در جنوب لبنان. تونلی که در اینجا ما دیدیم بیش از 100 متر طول و 40 متر عمقش در زیر زمین هستش. ارتش اسرائیل میگوید که چنین تونل هایی میتواند در جاهای دیگر در مرز با اسرائیل و لبنان هنوز وجود داشته باشد. دقایقی دیگه باید از این پشت از تونل خارج بشیم و باید چراغ‌ها رو دوباره خاموش کنیم و در تاریکی مطلق سوار بر جیپ ها بشیم و از مرز دوباره به اسرائیل بازگردیم. همکنون از این تونل ما خارج میشیم و چراغ‌ها رو خاموش میکنیم. و با روشن شدن هوا این تونل نیز مانند دیگر تونل هایی که در مرز بین اسرائیل و لبنان کشف شده منفجر می شود. بابک اسحاقی، جنوب لبنان.